أستغفر الله ربي وأتوب إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من جعلتنا من المتمسكين بولاية مولانا وسيدنا أمير المؤمنين وأولاده الأئمة المنتجبين، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لما غلق، معلن الحق بالحق، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى ابن عمه وكاشف غمه ورافع همه المنصور المسدد في السماء والمظلوم المضطهد في الأرض، يعسو بالدين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، إمام المشارق والمغارب، مولانا ومقتدانا وهادي ديننا، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. صلى الله عليه وعلى زوجته وحبيبته وحليلته سيدة النساء أم الأئمة النجباء النقباء مولاتنا وشفيعتنا ومغيثتنا فاطمة الزهراء. صلى الله عليها وعلى أمها خديجة الكبرى وعلى أبنائها الأئمة المعصومين الكرام الحسن الزكي المسموم والحسين الشهيد المظلوم وعلي زين العابدين ومحمد الباقر للعلوم
وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا الرؤوف ومحمد التقي الجواد وعلي النقي الهادي والحسن الزكي العسكري ولا سيما النور على النور في طخياء الدنجور والإمام المنصور والعدل المشهور والخير المذخور صاحب زماننا وولي أمرنا الحجة المهيمن المنتظر المهدي وعلى آبائه الطاهرين ولعنة الله على من عادهم وأنكر فضلهم وغصب حقهم وأنكر شؤونهم ومقاماتهم أجمعين أبدا الآبدين بقصد فرج آقا و مولامون امام زمان علیه السلام دعای فرج رو با هم زمزمه می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. یکی از سوره های بسیار مهم قرآن سوره مبارکه حمد می باشد و اهمیت این سوره معلوم می شود از جایی که در نماز واجب که مهمترین عملی است که هر بنده‌ای در شبان روز 5 بار آن را انجام می دهد هر بار در هر رکعتی 1 مرتبه یعنی مجموعاً در 5 نماز واجب 10 بار سوره مبارکه حمد را انسان می خواند.
این سوره رو خدای متعال معادل کل قرآن قرار داده. خدای متعال به پیغمبر اکرم میفرماید ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. یا رسول الله، ما به تو سبع مثانی دادیم و قرآن با عظمت. سبع مثانی منظور سوره حمده، زیرا سوره حمد یکی از سوره هایی که مفسرین گفتن دو بار نازل شده، یک بار در مکه مکرمه و بار دیگر در مدینه منوره، یعنی هم سوره مکیه است و هم سوره مدنیه. و مثانی یعنی سوره‌ای که دو بار در هر نماز واجب خونده می شود. سوره حمد رو خدا در این آیه شریفه با کل قرآن برابری میده. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. آقا امام صادق علیه السلام فرمودند سوره حمد شفاعه و هر کس سوره حمد رو بر بیماری بخواند 7 مرتبه و یا اگر اثری ندید 70 مرتبه. فرمود اگر اون بیمار مرده بود و زنده شد تعجب نکنید، یه چنین خاصیتی سوره حمد داره. پرسیدن آقا چرا؟ فرمود لمکان الفا، چون در سوره حمد فا وجود نداره. فرمودن حرف فا که فقر و فساد بدن، فساد جسم، فقر جسم، تمام اینها توی فا هست، خدا حرف فا را از سوره مبارکه هم برداشته، فلذا رحمت و برکت و خیر محض سوره مبارکه هم یه چنین خصوصیتی داره. این سوره سوره است که خدای متعال در آن سوره فهرست قرآن را بیان کرده. یعنی اگر بخواهند بپرسند که قرآن کریم در آن چیست، خلاصه قرآن کریم در سوره مبارکه حمده. یعنی ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، کل قرآن یک طرف، سوره مبارکه حمد طرف دیگر. یه چنین عظمتی خدای متعال در این سوره مبارکه قرار داده. در این سوره، سوره دقیقا دو قسمت می شود. یک قسمت وصف خدای متعاله، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، از ایاک نعبد به بعد شروع می کنه بنده، هر بندهی با خدای خودش صحبت کردن. میگه ایاک نعبد، تو را می پرستم، و ایاک نستعین، از تو مدد می جویم. از این جمله که دعای محض و خالص و استعانت و مدد جستن خالص از خدای متعال، یک مطلب رو انسان از خدای متعال می خواهد و عرضه می دارد اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. و بیان می کند دو تا صراط هست و بلکه 3 صراط هست. یک صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که بر آنها نعمتت رو ارزانی داشتی و نعمت رو بر آنها نازل کردی. از اون طرف 2 صراط دیگر هست که اون 2 صراط رو خدایا نمیخوام واردش بشم. صراط الذین انعمت علیهم رو میخوام اما غیر المغضوب علیهم، صراط کسانی که بر آنها غضب کردی. وللظالین، صراط کسانی که گمراهند و اینا پایین تر از مغضوب علیهم هستن. مغضوب علیهم یعنی کسانی که خدا بر اونها غضب کرده، ظالین یعنی گمراهان، نه که نمیدونن چیکارن، نمیدونن زندگیشون چیه. از خدای متعال میخواهیم ما را هدایت کن به صراط مستقیم. این لب زندگی انسانه، یعنی انسانی که به دنیا می آید و بعد به شرف تکلیف می رسه و خداوند به اون نعمت تکلیف عنایت می کنه،
تولد او وقتی است که نعمت تکلیف به دست آورده. فلذا سید ابن طاووس میگوید به فرزندانش: ای فرزندان من، وقتی که سن شما به تکلیف میرسد جشن تکلیف بگیرید. چرا؟ چون خدای متعال شما را به مقامی رسوند که با شما حرف بزنه، شما را در وادی عبادت وارد کنه. شما قبلش مکلف نبودی، یعنی با تو حرفی نداشت، اما حالا وارد محدوده تکلیف شدی، میتونی با خدای متعال حرف بزنی و سخن بگویی. اونجا با خدای متعال ما صحبت میکنیم. از لحظه ای که انسان مکلف می شود، یعنی ولادت پیدا کرده، تازه به دنیا اومده، تا لحظه ای که می میرد باید بگوید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدای مرا به صراط مستقیم برسان، صراط کسانی که بر آنها، راه کسانی که بر آنها نعمت نازل کردی، اما مرا از راه کسانی که گمراه شدن محفوظ بدار. این اهدنا الصراط المستقیم. ما چند جمله راجع به این جمله باید عرض بکنیم. اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به صراط مستقیم رهنما شو. صراط یعنی چه؟ ما این رو بدونیم، یعنی واقعا این نمازی که میخونیم، آیا ما در این نماز چه خواسته ای از خدا داریم، اینو بفهمیم و درک کنیم. اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به صراط مستقیم هدایت کن و راهنما شو. صراط یعنی راه واضح، راهی که در آن کجی، در آن انحراف وجود نداره. صراط مستقیم، راه بزرگ، راه وسیع، مستقیم که در آن انحراف وجود نداره. این صراط مستقیم چیه؟ شخصی از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام مفضل ابن عمرو جعفی، این از اصحاب گرانقدر امام صادق علیه السلام، خیلی شخصیت بزرگیه، میاد نزد امام صادق علیه السلام و میپرسد آقا جان صراط مستقیم یعنی چه؟ ما تو نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، منظور از صراط مستقیم چیست؟ بفهمیم صراط مستقیم رو درک کنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن الصراط هو الطریق الی معرفت الله تعالی. صراط اون راهی است. این روایت رو شیخ صدوق در معانی الاخبار و محدث بزرگ شیعه علامه مجلسی رضوان الله علیه در کتاب بحار الانوار نقل کردن. یه از امام صادق علیه السلام پرسیدم، مفضل میگوید معنای اهدنا الصراط المستقیم چیه؟ فرمود الصراط الطریق الی الله، الطریق الی معرفت الله تعالی، اون راهی که ما رو به خدا میرساند و خدا رو میشناسیم، به آن میگوییم صراط. منظور از صراط مستقیم چیست؟ شناختن خدای متعال. ما آمده ایم و از این دنیا می رویم، در یک کلام باید خدا رو بشناسیم و از دنیا برویم. این تکلیف ماست، این تکلیفیه که خدا از ما می خواد. اهدنا الصراط المستقیم. فرمود امام صادق علیه السلام صراط مستقیم یعنی راه شناخت خدای متعال. اما راه شناخت خدای متعال چجوریه؟ خداوند عالم رو عالم اسباب قرار داده. شما میخوایی مسافرت بکنی مشهد مقدس، سبب آن این است که باید سوار وسیله نقلیه بشی، حالا قطار، هواپیماست، ماشین چهار پایان، هر چه هست، یا حرکت پیاده است. این وسیله است، این سببه که من برسم به زیارت مشهد. آقا شخصی میخواهد به اصطلاح رزق داشته باشه، رزق حلال، باید بره کار کنه، تلاش کنه، سعی کنه، این میشه سبب برای کسب حلال. میخواهد دانش بیاموزد، باید بره مدرسه تحصیل بکنه، درس بخونه، زحمت و رنج خوندن و نوشتن رو بر خود هموار کنه تا به نتیجه برسه. پس عالم عالم اسباب و مسبباته. خدا نمیاد
یک مرتبه شخصی را الا در جاهایی که اراده حق تعالی برای جهت خاصی تحقق بگیرد. بیاد یه شخصی و یک هو از مادر به دنیا بیاورد، عالم، به صلاح فاضل، دانشمند، اندیشمند، همه فن، همه علم، نه، الا در موارد خاص که ما الان تو مورد خاص نیستیم. پس صراط مستقیم چیه؟ راه شناخت خدای متعال. اما امام صادق علیه السلام فرمودن صراط مستقیم دو راه است و هو صراطان. این صراط مستقیم دو تا صراطه، این دو تا صراط رو باید دقت بکنید. اولاهما صراط اول هو معرفت الامام، معرفت و شناخت امام زمان. الذي امر الله العباد بمعرفته والاقتداء یا والاتمام بهدا، شناخت امام، امام معصوم و پیروی از هدایت او، این مرحله اول صراطه. صراط مستقیم امام صادق علیه السلام فرمودن شناخت خدای متعال و اون دو تا صراطه. صراط اول شناخت امام معصوم علیه السلام، یعنی تنها راه شناخت خدای متعال این است که انسان امام معصوم رو بشناسه. اگر کسی 12 امام را نشناسد، شناختن با پیروی از هدایت امام، چون یه عده 12 امام رو میشناسن، اسماء مبارکشون رو بلدن، حتی زندگی آنها رو بلدن، اما پیروی نمی کنن. این فایده نداره. مثل خیلی از نویسندگان غیر شیعه در مورد ائمه علیه السلام کتاب نوشتن، در فضائل ائمه کتاب نوشتن، تاریخ ائمه رو نوشتن، از ائمه علیه السلام تجلیل کردن، اما گفتن ما پیرو ائمه اطهار علیه السلام نیستیم. این فایده نداره. معرفت امام، اقتداء به او، نور گرفتن از هدایت او، این می شود صراط اول. این صراط که حاصل شد، امام صادق علیه السلام فرمودن فمن عرفه فی الدنیا و اقتدا به هدا مر على الصراط الذي هو جسر جهنم فی الاخره. وقت میاد صراط دوم. کسی که صراط اول امام معصوم رو بشناسد و از او پیروی کند، آنگاه از صراط دوم عبور میکنند. صراط دوم چیه؟ پلیست روی جهنم گذاشته شده. این یک پلیه که تمام مردم باید از عبور کنند، خوب یا بد فرق نمی کنه. اول این پل دو نفر ایستادن، یکی شخص رسول الله صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آله، و دیگری وجود نازنین آقا و مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام. دو طرف صراط اینها ایستادن و بلکه در بعضی از روایات روی کرسی از نور نشستن. روایت در مناقب ابن شاذان رضوان الله علیه نقل شده. در بحث صراط بحار الانوار مفصلا نقل شده. علامه مجلسی روایتشو نقل میکنه که شمشیریست به دست امیر المؤمنین سلام الله علیه کنار صراط ایستاده. کسی که میخواهد از صراط عبور بکند، امیر المؤمنین صلوات الله علیه از او جواز میطلبد. جواز از جاز یجوز، یعنی کسی که عبور میخواهد بکنه، که الان هم به پاسپورت، به گذرنامه میگن جواز. یعنی شما با این برگه، با این دفترچه میتونی از این مرز عبور بکنی، نباشه نگهت میدارن، راحت نمیدن. وارد مثلا یه مؤسسه میخواهید بشید، یه جواز باید داشته باشی. آقا کارت شناسایی شماست، این کارت رو مثلا در جای مخصوص یا شخص مخصوص ارائه میدی، به شما اجازه میدن. جواز و اجازه اینا در یه معناست که شما میتونید عبور بکنید. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه دم پل صراط نشستن، پیغمبر اکرم هم نشستن، هر کس عبور میکند شمشیری به دست امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام.
اون طرف آقا رسول الله صلی الله علیه و آله مطالبه جواز میکنه، فلانی میخوای از پل جهنم عبور بکنی، این پلیه که اگر کسی از آن عبور کرد به بهشت میرسد و اگر کسی از آن عبور نکرد وارد بهشت نمیشود. آقا رسول الله میپرسد جواز؟ میگه جواز ندارم. تو اینجا دو مرحله انجام میشود. مرحله اول بهش میگن برو، تو جواز نیوردی، اما یه کارهای خوبی هم در دنیا کردی بدون ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه، بدون جواز. این صراط، برو اگر تونستی برسی اون طرف صراط بهشت میروی، یه جهنم نمیری. چقدر مسیر در روایت از امام صادق علیه السلام، صراط 3000 سال مسیره، 1000 سال طرف صعود داره، 1000 سال مستقیم حرکت میکنه، 1000 سال هم فرود داره. این 1000 سال رو من و شما 1000 سال میشنویم. به قول یکی از اساتید میگفت اگر سال آخرت نباشه که یک روزش 50000 ساله، یک ساعتش مثلا 50 ساله، اگه همین سال دنیا هم باشه 1000 سال یک عالمه عمره. 1000 سال یه عمر طولانی، الان از میلاد مسیح 3000 سال نشده. 3000 سال اگه به سال دنیا هم باشد و مصیبت ها. تازه سال دنیا فرق میکنه، سال نوری هست که دیگه حرکت نور رو در یک ثانیه 300000 کیلومتر حساب کردن، گفتن این معیار سال نوریه. یعنی سالهای دنیوی فقط سالی که ما در زمین هستیم ملاک نیست، سال سیاره مشتری با ما فرق میکنه. سیاره مشتری، زمین 300 سال، 270 الی 300 سال چرخیده، یا سیاره های دورتر مثل نپتون و غیره، زمین 300 بار چرخیده، اونا یه بار چرخیدن دور خورشید. یعنی انسان 300 سال روی زمین، رو معیار زمان زمین، تو کره مشتری و نمیدونم نپتون و زحل و اونا، انسان 300 ساله زمین اونجا یه ساله است. فلذا یکی از صحبتهایی که راجع به عمر امام زمان علیه السلام هست که شما استبعاد میکنید، میگید او این آقا 1179 سال تقریبا عمر مبارکشون هست، میگن این رو حساب کرات دیگر که دور خورشید سیرشون طولانی تره 4-5 ساله. یعنی عمر حضرت رو حساب اونجا 4-5 سال بیشتر نیست، رو حساب زمین اینقدر طولانی شده. شما رو عرف زمینی خودت که حساب میکنی مسئله رو بزرگ میدونی، وگرنه چیزی نیست عمر امام زمان علیه السلام. اگر من و شما الان رو کره نپتون زندگی میکردیم، اونجا میشنیدیم آره یه شخصی از کره زمین اومده 500 سالشه، رو عرف اون کره میشد 1 سال و مثلا 10 ماه، 8 ماه، 9 ماه، این سنش میشه. ولی سن زمان چیزی نیست در عالم، و اونقدر کوچیک زمان که اصلا قابل صحبت نیست. وقت میگن 3000 سال صراطه، میگن اجازه میدیم بفرما خودتو برسون اون طرف، اگر پات رسید اون طرف نجات پیدا میکنی. در روایت هست بعضی ها شروع میکنن در حالی که سوار اسبن، بعضی ها مثل سرعت اسب، نه سوار اسب باشن، مثل سرعت اسب، بعضی شروع میکنن مثل سرعت باد، بعضی شروع میکنن مثل سرعت صوت حرکت میکنن، بعد هی کند میشه، هی کند میشه، بعد اینا آسه آسه. این صراط گفتیم راه عریض، راه وسیع، راهی که پهنای مفصلی داره، هی تنگ میشه، تنگ میشه، کوچیک میشه، محدود میشه، تا میرسه به جایی که انگار روی یه تنه درخت داره حرکت میکنه. بعد یواشاش این تنه درخت اونقدر کوچیک میشه که میشه در حد یک تناب میفته، از تناب میگیره، اونقدر به حدی میرسد که از مو باریکتر میشه، میفته تو جهنم. این روی جهنمه، یه چنین حالتی. یه عده رو نه، در جا وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرماد جواز تو کو، در جا میگوید جواز نیوردم، آقا امیرالمومنین سلام الله علیه اجازه نمیده از صراط عبور کنه.
یعنی 100 سال 200 سال 300 سال بعد بیفته تو جهنم، مرحله اول نه، همونجا در روایت از فیضربه امیر المؤمنین، فیضربه امیر المصاوات الله علیه ضربتن یسقط بها فی اعماق جهنم، یک ضربت امیر المصاوات الله علیه میزند و اون شخص در اعماق جهنم سقوط میکنه و نابود میشه. اون اولیه رو بهش اجازه دادن حالا یه 100 سال 200 سالی بدوه تو سرا، اما آخرش سقوط میکنه. اما این دومی اونقدر خبیث است در جا او رو گردن میزنن بره تو جهنم. این چیه؟ اون صراط آخرت، راه عبورش چیه؟ جواز عبورش چیه؟ جواز عبور آن این است که انسان معرفت پیدا کند به شخص امام، و این معرفت به شخص امام توأم باشه با پیروی از امام معصوم. این اقتداء بعد از معرفت باعث می شود که انسان از پل صراطی که در آخرت هست عبور کنه. اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما را هدایت کن ای خدا به معرفت خودت، و معرفت خدای متعال حاصل نمی شود جز به معرفت امام معصوم. معرفت امام معصوم به تنهایی کافی نیست، باید پیروی هم بکنی. این نتیجه می دهد از صراطی که در آخرت هست عبور بکنی و نجات پیدا کنی. فمن عرفه، یعنی عرف الامام، و اقتدا به هداه فی الدنیا، از هدایت و انوار او استفاده بکنه در دنیا و بهرمند بشود، مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الاخره، الصراطی که بر جهنم هست عبور میکنه. و من لم يعرفه تردى عن الصراط فسقط في جهنم، کسی که امام معصوم رو در دنیا نشناخته باشد در جا از صراط میافتد و در جهنم نابود میشود. پس اهدنا الصراط المستقیم، این معرفت صراط، اهدنا الصراط المستقیم، اینو ما در نماز واجب، 5 تا نماز واجب ما 10 بار، یعنی هر رکعت 1 بار، در 2 رکعت اول باید بگیم، 10 بار باید بگیم اهدنا الصراط المستقیم. یکی از مفسرین عامه است به نام ثعلبی، این در کتاب خودش نوشته و خیلی هم عامه او رو قبول دارن، میگوید از ابن عباس پرسیده شد که ابن عباس تو قرآن رو در نزد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تلمذ کردی، اهدنا الصراط المستقیم منظور خدای متعال از آن چیست؟ گفت منظور خدای متعال این است، ارشدنا، اهدنا الصراط المستقیم، ارشدنا الى حب محمد و اهل بیته. اللهم صل علی محمد وآل محمد عن جمع. یعنی پروردگارا ما را به محبت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیتش ارشاد کن. این معنای اهدنا الصراط المستقیم. من اینجا یه جمله بگم، خیلی زیباست این جمله و از زحمات و تلاش‌های علامه بزرگوار مجلسی رضوان الله علیه، خیلی جمله زیبایی میگه ایشون در همین اهدنا الصراط المستقیم، گمان کنم در جلد 90 بهار الانوار، یه جمله خیلی زیبایی میگه. یه سری چیزهایی تو نماز مبتله، یعنی اگر شما اون چیزها رو انجام بدید نماز شما باطله، به اینا میگن مبتلات صلات، چیزهایی که نماز انسان رو چکار میکنه؟ باطل میکنه. یکی از چیزهایی که نماز انسان رو باطل میکنه، عمدن انسان از قبله روشو برگردونه، اگر کسی متعمدن روشو از قبله برگردون نمازش باطل. یکی از چیزهایی که نماز رو باطل میکنه قهقهه تو نماز، آقا مثلا شما داشتید نماز میخوندید، یا آقایی هم داشت جوک میگفت، شما نتونستی خودتون کنترل کنید، قهقهه زدید، آقا نماز باطل، در جا باطل. خنده شدیدی که انسان خودشو بگیره و شروع کنه بلرزیدن،
این رو میان نماز رو باطل میکنه. یکی از مبتلات نماز تکتفه. تمام غیر شیعه میگن آمین. آمین یعنی خدایا این دعا را در حق ما استجابت کن. دعا چیه؟ ما را هدایت کن به صراط مستقیم. اگر کسی گفت آمین نمازش باطل میشه. خب شیعه به جاش چی میگه؟ از مستحبات نماز اینه، اگر نماز تو فرادا بود، وقتی گفتی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بعد از اهدنا الصراط المستقیم ولا الضالین که تموم شد، آهسته بگو الحمد لله رب العالمین. این تو نماز فرادا. تو جماعت اگر امام رسید به این جمله، هم امام باید بگه آهسته الحمدلله رب العالمین، هم مأمومین اینایی که اقتدا کردن اونا هم آهسته بگن. این رو بگید در نماز. اینا مستحباتیه که نماز رو بالا میبره، کمال میده به نماز. بعد از اونم توجه های شما رو در نماز باعث میشه، شما متوجه میشی چیکار داری میکنی. اینجا علامه میگوید شیعه اگر گفت، خدا رحمت کنه علامه مجلسی رو، چقدر نکته زیباست، میگه شیعه اگر گفت آمین نمازش باطل میشه. سنی ها همه میگن آمین، همشون میگن آمین، اما شیعه چی میگه؟ الحمدلله رب العالمین. آمین یعنی خدای این دعا رو بر من مستجاب کن، یعنی هنوز مستجاب نشده. شما وقتی بیماری رو براش دعا میکنید خدای شفا بده، بقیه چی میگن؟ میگن آمین. خدای فلان بلا رو از ما برطرف کن، بقیه میگن آمین. وقتی اون بیمار شفا یافت، وقتی اون بلا برطرف شد، دیگه آمین شما نمیگید، چی میگید؟ میگید الحمدلله رب العالمین، شکرا لله. علامه مجلسی میگوید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی معرفت امامت، معرفت امیر المؤمنین سلام الله علیه، که حالا فردا شب باز به این اشاره خواهیم کرد ان شاء الله تعالی. شیعه باید بگوید الحمدلله رب العالمین، چون رسیده، چون به این مقام رسیده، شکرشو میکنه. تمام فرقه های غیر شیعه 72 فرقه همه میگن آمین چون هنوز نرسیدن، میگن خدای استجابت کن، خدای ما رو برسون به این درجه. علامه میگوید پس اون کسی که رسیده باید شکر کنه. اگر او آمین گفت یعنی نفهمیده که رسیده و باطل است نماز او. اما اونا باید اظهار بکنن، با اینکه خودشون نمیفهمن باید اظهار بکنن هنوز که هنوز است این دعا در حق ما مستجاب نشده و ما نفهمیدیم. فلذا شما وقتی نماز میخونید لذت نماز رو میبرید. اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدایا مرا به معرفت خودت نائل کن. معرفت تو حاصل می شود با معرفت امام و حب پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، که حالا اینا رو انشاءالله عرض خواهم کرد، غیر المغضوب علیهم چیه، ولا الضالین چیه، و همین اهدنا الصراط المستقیم چه ارکانی داره که ما در صراط المستقیم قرار بگیریم، و این که انشاءالله اشاره میکنیم اسمی از اسماء امیر المؤمنین که در روایت داریم خدای متعال 1001 اسم حسنا دارد و پیغمبر اکرم 1000 اسم حسنا دارد و امیر المؤمن سلام الله علیه 999 اسم حسنا دارد، که فرمود انا اصغر من ربی به درجتین یا به سنتین. این یعنی دو اسم من از خدا کمترم، یک اسم از پیغمبر کمترم. این تو اسماء الله الحسنا، تو اسماء الله العظما 73 اسم است. 72 اسم رو پیغمبر و امیر المؤمنین با هم دارن، یک اسم مخصوص خدای متعاله که در اون اسم فرق است بین خالقیت و مخلوقیت، و اون 72 اسم رو هر دو شریکن چون هر دو نفس هم دیگرن. اونجا عرض میکنیم که اهدنا الصراط المستقیم، اصلا صراط مستقیم یکی از اسماء امیر المؤمنین علیه السلامه، که در زیارت امیرمون زیارت ششم میخونیم و در زیارت روز قدیر
که امام هادی علیه السلام خطاب میکند به امیر المومنین سلام الله علیه و میفهمد السلام علیک ایها الصراط المستقیم، سلام بر تو ای صراط مستقیم. صراط مستقیم نامی از نامهای امیر المومنین سلام الله علیه. اهدنا الصراط المستقیم، پروردگارا ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. این صراط مستقیم صراط پیغمبر است و اهل بیت پیغمبر، و هدایتی است که ما با این هدایت به خدای متعال میرسیم و راهی جز این راه نیست. یکی از نکاتی که میگویند در بحث صراط مستقیم، میگویند در قرآن کریم کلمه صراط خیلی به کار رفته. ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. یا مثلا میفهمند و هدو الى الطیب من القول و هدو الى صراط حمید. یا همینجا اهدنا الصراط المستقیم، میگویند در قرآن هرگز صراط جمع نیومده، جمع بسته نشده. کلمه نور در قرآن هرگز جمع بسته نشده. ما در قرآن انوار نداریم، بگردید قرآن رو، سرچ هم خیلی راحت به سلام میزنی کلمه انوار رو، تو قرآن انوار ما نداریم، فقط نور داریم. الله نور السماوات والارض، قل هل یستوی الظلمات والنور، نور تنها میاد. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. نور همیشه مفرده، صراط هم مفرده. وقت جالب اینه هیچ وقت در قرآن ظلمت مفرد نیمده، همیشه ظلمت جمعه. ما یه ظلمت ندیم، ظلمات فوق بعض. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، ظلمت ها جمعه. یعنی چی؟ یعنی ظلمت ها زیاده، هزاران ظلمت هست، انواع اقسام ظلمت، اما نور یکیه. یعنی اهل بیت علیهم السلام یکیان، حرفشون با هم فرق نمی کنه. اون چی که امیرالمومنین علیه السلام می فرماید همونیه که امام عصر ارواح الله الفدا می فرماید. اون چی که حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید همونیه که بقیه ائمه علیهم السلام می گویند و می فرماید. اما ظلمت ها فرق می کنه. اهدنا الصراط المستقیم، کلمه صراط در قرآن مفرد اومده، یعنی یک راه برای هدایت بیشتر نیست، یک راه ما رو بیشتر به خدای متعال نمی رسونه. نمیتونیم راه های دیگه ای برویم، نمیتونیم برای خودمون راه های اختراعی درست بکنیم. فرض یه آقای بی سوادی، یعنی بی سوادی از همین جملات معلوم میشد، یک کتابی نوشته بود صراط های مستقیم. وقتی یکی از علما میفرمود که همین که میگه صراط های مستقیم نشون میده که سواد صراط های مستقیم رو نداره. صراط در قرآن یکیه، صراط مستقیم، صراط های مستقیم ما نداریم. یک راه ما رو به خدای متعال میرساند و رهنمون ما میشد. اون راه هم که ثعلبی غیر شیعه میگوید ارشدنا الی حب پیغمبر و اهل بیت، حب پیغمبر و اهل بیت پیغمبر باعث میشد که ما به نجات برسیم. ما باید بریم در خانه باب الحوائج شهزاده علی اصغر صلوات الله و سلام علیه. این در گرانبهای ابی عبدالله علیه السلام. آقا دنیای عجیبی دنیای توسل به شهزاده علی اصغر سلام الله علیه. گرچه در ظاهر علی اصغر است، لیک در باطن علی اکبر است. ظاهرن از تشنگی بیتاب بود، باطنن سرچشمه هر آب بود. اون چنان عجیب توسل به شهزاده، علمای بزرگ شیعه در گرفتاری های سنگین متوسل به شهزاده علی اصغر صلوات الله سلام علیه می شدن. و اوج مظلومیت ابی عبدالله علیه السلام در شهزاده علی اصغر سلام الله علیه. و عجیب، یک کنگره‌ایه که هر سال برگزار می شد در دهه اول محرم به نام شیرخوارگان ابی عبدالله علیه السلام، شیرخوارگان حسینی و شیرخواره ابی عبدالله حضرت علی اصغر علیه السلام. این سی دی و کتابش هست، هر سال توسعه دارن میدن.
اونطور که مسئولش صحبت میکرد میگفت در بیش از 100 شهر در خارج ایران این برنامه اجرا میشود. اولین هفته، اولین جمعه محرم تمام زنها میان با لباسهای مخصوص بچهای شیرخوارشون رو میارن و توسل به حضرت علی اصغر سلام الله علیه. وقت جالبه یک سیدی درست کردن از برنامه هاشون و تبلیغاتی که ضد این برنامه شده. وقت تو سیدی نشون میدن از سایت های صهیونیست و یهودی و از کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده، دقیقا عبارتشون اینه: نگذارید علی اصغر زنده شود. این حرف یهودی هاست. من سیدیشو دیدم، کتابشم دیدم. نگذارید علی اصغر سلام الله علیه زنده شود که این جریان حضرت علی اصغر سلام الله علیه از نظر عاطفی اونقدر قویه که هر کس بشنود جذب امام حسین علیه السلام میشه. یعنی اگر علی اصغر علیه السلام زنده شد، جریانش در دنیا، هر کس مصیبت علی اصغر سلام الله علیه رو بشنود جذب ابی عبدالله علیه السلام میشود. نقل کردن دو گزارشگر یزید فرستاده بود در اوضاع کربلا، اینا گزارش بکنن. یکشون سمت لشکر طغیان و عمر ابن سعد لعنت الله علیه و علیهم گزارش کرده و دقیق اینا چی گفتن چیکار کردن، و یکی هم به سمت ابی عبدالله علیه السلام. اینا اومدن برای یزید لعنت الله علیه کل جریان رو نقل کردن. وقت به یزید گفتن تا ظهر و اوائل بعد از ظهر تو پیروز میدان بودی، اما اواخر وقت امام حسین علیه السلام پیروز شد. یزید گفته بود چطور؟ گفته بود رفت یه بچه شیرخواره رو به دست گرفت و آورد. اینجا ورق برگشت به نفع ابی عبدالله علیه السلام. وقتی این بچه شیرخواره شهید شد، تو یزید باختی، تو شکست خوردی. فلذا حضرت علی اصغر علیه السلام رو امام زمان علیه السلام در زیارت ناحیه به انصار امام حسین سلام میکنه. شما ببینید اول به حضرت علی اصغر علی اکبر علیه السلام سلام میده، بعد به حضرت علی اصغر سلام الله علیه. این جزء انصار امام حسین علیه السلامه. یعنی یاری کرد، شمشیر که نزد، کسی که از دشمنان ابی عبدالله علیه السلام نکش، نه، بالاترین نصرت به پدرش رسوند و مظلومیت پدرش رو با خون مبارکش که المصعد به دمهی الی السماء، خونی که به آسمان رفت، اوج مظلومیت ابی عبدالله علیه السلام. خیلی عجیبه. یکی از منبری های معروف شیعه جناب حاج شیخ عبدالحمید مهاجره، خداوند حفظش کنه. این ما اولین درس خطابه و منبر رو خدمت این بزرگوار خوندیم. یه جلسه کلاس درس خطابه داشت و ما کوچکترین شاگرد ایشان بودیم. خیلی مرد بزرگواری و مورد عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها است. این جمله رو من از ایشون شنیدم که امام زمان علیه السلام وقتی که ظهور میکنه، حمله میکنه، خب مکه رو تصفیه میکنه، بعد مدینه منوره، اون دو بت رو میسوزانند. امتحان بزرگی در لشکرش ایجاد میشه. اونایی که میل به اون دو بت داشتن ولو یه میل کوچیک، میرن به اون سمت و منحرف میشن، اونا رو هم حضرت میکشه. بعد میان حضرت به سمت شام، شام رو تصفیه میکنه. در بزرگترین جنگی که در کره زمین اتفاق میفته در شام، بین شهر شام و دریاچه طبریه، اینجا بزرگترین جنگ اتفاق میفته. اونها رو که شکست میده و تصفیه میکنه، به سمت کربلا حرکت میکنه. وقتی وارد میشد با لشکر بی نظیر از ملائکه و از جن و از انس، و لشکری که خیلی هاشون زنده شدن، یعنی تو لشکر حضرت مالک اشتر، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، اینا برگشت کردن، رجعت کردن، عودت کردن. یک لشکر بی نظیر میرسن به کربلای معلا. وقتی میرسن اونجا، همه به احترام حضرت از اسبها و از مرکبهاشون، از وسیلهاشون، هرچه هست پیاده میشون. تنها وارد حرم امام حسین علیه السلام میشه. ایشون میگفتن، اشاره میکند، ذریح حضرت شکافته میشه، قبر شکافته میشه،
از رو سینه ابی عبدالله علیه السلام شهزاده علی اصغر رو دست میگیره، میاد جلوی کل لشکر میگوید به ای ذنب قتل ها و رضیه، به چه گناهی این رضی رو کشتن، این شیرخواره رو کشتن. آقا امام زمان علیه السلام اول روزه ای که تو کربلا میخونه روزه علی اصغره، یه چنین برنامه ای برای علی اصغر ایجاد میکنه. یا علی اصغر، به 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 چقدر زیباست این نام، یا ابا عبدالله خیلی علی اصغرت دوست داری، ما پناهنده به قنداقه علی اصغریم، زیر سایه قنداقه علی اصغریم. مرحوم الله آقای دربندی میگوید وقتی فریاد زد هل من ناصر ینصرنی، اولین جایی که زن و بچه ابی عبدالله بلند شیون زدن و ناله کردن، وقتی ابی عبدالله فریاد زد هل من ناصر ینصرنی، کسی هست منو یاری کنه، ای به فدای اون لحظه تو ای ابی عبدالله. یه جمله در کتاب انوار الشهاده، این جمله رو من همیشه میخوام عرض بکنم که بدونی چی کاره ای، معرفتت رو حس کنی. در کتاب انوار الشهاده، کتاب انوار الشهاده غیر از کتاب اسرار الشهاده است. اسرار الشهاده نوشته ملا آغاست رحمت الله علیه، انوار الشهاده نوشته ملا محمد حسن یزدی حائریه، این معاصر ملا آغاست و از علمای بزرگ شیعه است. میگوید گویا از امام صادق علیه السلام وقتی جد ما ابی عبدالله روی زین ذوالجناح ایستاد، رو زین ذوالجناح ایستاد، دست به گوش مبارک گذاشت، فریاد زد هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست مرا یاری کنه، عین ابراهیم خلیل روی سنگ در مقام ابراهیم قرار گرفت، دست به گوش خودش گذاشت، فریاد زد و اذن فی الناس فی الحج، ای مردم بیایید حج انجام بدید. امام صادق علیه السلام فرمودن صدای ابراهیم خلیل در کره زمین پیچید و چرخید، هر کس لبیک گفت حاجی شد، یکی یه بار گفت یه بار حاجی شد، یکی دو بار گفت دو بار حاجی شد، یکی پنج بار گفت پنج بار حج اومد. امام صادق فرمودن سلام الله علیه جد ما رو زین ذوالجناح ایستاد، فریاد زد امام ذاب یذب عن حرم رسول الله، هل من معین یعیننا، هل من موحد یخاف الله فینا، بعد فنادا به اعلا صوته هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست مرا یاری کند. فرمود صدای او در کره زمین پیچید و چرخید، فسمعه الناس فی الارحام والاصلاب، مردم در رحمها در صلبها شنیدن، هر کس لبیک گفت به صدای امام حسین، تو دنیا زائر کربلا شد، گریه کن امام حسین شد، عزادار امام حسین شد، هر کس لبیک نگفت عزاداری نکرد برای امام حسین. اگر روزه میشنوی، روزه میروی، گریه میکنی، کربلا میری، تو محرم دیوونه میشی، شب جمعه، هفته، سال، ما یا حسین میگی، تو صدای هل من ناصر حسین رو شنیدی و لبیک گفتی. اینو امام صادق علیه السلام میفرماین وقتی که ابی عبدالله فرمود هل من ناصر ینصرنی، زن و بچه شیون زدن، صدای گریه بلند شد، اون چنان شیون زدن، فرجع فسکتهن، برگشت فرمود ساکت باشید، ساکت باشید، ان البکاء امامکن، هنوز وقت گریه شروع نشده، بعد اینقدر گریه میکنید که وقت زیاده و وقت کمه و فرصت کمه در مقابل مصیبت بعد که گریه میکنید. فرجع الى الميدان ثانيه فنادى باعلى صوته هل من ناصر ينصر، کسی هست مرا یاری کند. اینجا ملا آقای دربندی و صاحب معالی السبطین ملا محمد مهدی مازندرانی میگوین آن چنان علی اصغر گریه کرد. شما شنیدید از علی اصغر گریه شب عاشورا؟ شما شنیدید از شهزاده علی اصغر اسلام گریه صبح عاشورا؟ شما شنیدید گریه ظهر عاشورا؟ نه، اینجا میگن با صدای بلند گریه کرد، چون زنها گریه میکردن صدای گریه علی اصغر نشنیدن. ملا آقا میگه شروع کرد گهواره رو بلرزاند،
شروع کرد خودش در گهواره به چرخانه، گهواره رو اونقدر لرزان تکان داد تکان داد، فسقط از روی گهواره افتاد روی زمین. وقتی افتاد روی زمین رباب دید بچهش رو زمین افتاده. اومد شهزاده علی اصغر رو بغل کرد، هر چی کرد نتونست آرام بکنه. اومد به حضرت زینب سلام الله علیها عرض کرد بی بی الله اکبر. این چند جمله رو میگم، الحمدلله مجلس منور است به انوار نوکران نبی عبدالله علیه السلام. در اون حضرت رباب سلام الله علیها، این علیا مخدره، این دختر یکی از ثروتمندان عرب بود و ملقب به امرأ القیس. این زن اونقدر ثروتمند بود، پدرش اونقدر ثروتمند بود، وقتی که رفتن برای خواستگاری او برای سید الشهدا علیه السلام و امیر المومنین علیه السلام اقدام کردن، وقتی گفتن مهریه چند، پدرش گفت هرچه دخترم بگوید. وقتی به رباب گفتن عرض کرد من کنیز فاطمه زهرا هستم، مهریه چیه؟ ابی عبدالله منت گذاشته مرا به کنیزی قبول کرده. وقتی این بیبی آمد منزل ابی عبدالله، نوشتن طول عمرش از امام حسین هیچی نخواست. طول عمرش، بعضی گفتن 13 سال، بعضی گفتن 15 سال، بعضی گفتن 20 سال با امام حسین علیه السلام زندگی کرد، یک دونه چیز از امام حسین نخواست. من گفت من کنیزم، کنیز حق نداره از اربابش چیزی طلب بکنه. نوشتن در تاریخ فقط یه بار از ابی عبدالله چیزی طلب کرد، اون که اومد بچهش علی اصغر رو عبر جلوی ابی عبدالله علیه السلام، عرض کرد آقا جان ببین بچه‌ام داره از تشنگی میمیره، میشه برای بچه‌ام آب طلب کنی؟ الله اکبر، وا حیاء الحسین من رباب، الله اکبر. چه شد با دل ابی عبدالله علیه السلام؟ فلذا وقتی که علی اصغر رو خواست برگردانه، هی میره به سمت خیمه ها متفکر و متحیره، دور زد خیمه ها رو، پشت خیمه ها شطور رو خوابانید، با غلاف شمشیر بر علی اصغر قبری حفر کرد. نوشتن بیعت خون کرد با علی اصغر، یعنی دستشو گرفت به گلوی علی اصغر، گلوی علی اصغر رو گرفت به صورتش کشید، به محاسنش کشید، بعد اومد خون صورت و محاسن رو به صورت علی اصغر کشید، گفت بابا با تو بیعت خون کردم، انتقام تو رو میگیرم، نمیگذارم خون تو از بین برم. همین که آمد خاک رو روی بدن علی اصغر بریزه، دید یه دستی به شانه امی عبدالله خورد، صدای رباب رو شنید، یا ابا عبدالله بچه با من برگردون، با بچه‌ام فدا کنم. در حالی که سر مبارک رو از خجالت پایین انداخته بود، بدن علی اصغر رو به مادرش برگردون. یا صاحب الزمان، این علی اصغر کربلا نتیجه اون 6 ماهه بین در و دیواره، همین که فریاد زد یا فضت و خذینی فقط قتل ما فی احشایی، فز مرا دریا بچم و کشتن. نقل میکنن قبل از اون که فز بیاد، امیر المؤمنین از جا کنده شد، آمد بالین بی بی، سر بی بی رو بغل گرفت. اولین کاری که کرد امیر المؤمنین عبای خودشون رو بدن فاطمه قرار داد، آنگاه صدا زد فز بیا، بچه فاطمه رو کشته. لا اضحك الله سن الدهر ان ضحك وآل احمد مظلومون قد قهروا
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وارزقنا زيارة جماله وتقبل منا بحقه هذا المجلس بقبول حسن واجعل مجلسنا هذا ذخرا ليوم الدين بجاه